Romania has agreed to host a Standard Missile 3 interceptor as part of the administration's new missile defense plan. We call it the phased adaptive approach to protect U.S. Forward deployed troops and our NATO allies against current and emerging, you know, ballistic missile threats from Iran. مایرک، شما از منتقدان این جمع‌آوری برنامه دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان بودید. الان قرار این طرح در رومانی دنبال بشه. این اقدام به موقع شما حمایت می‌کنین، راضی هستین از این حرکت دولت؟ من از این طرح حمایت میکنم و در این رابطه هم زیاد صحبت کردم. اگر بتونیم ما چیزی در رومانی مستقر کنیم خیلی خوبه. این یک تلاشی در جریان یک پروسه‌ای هستش برای حفظ منافع اروپا و آمریکا و کشورهای اروپایی. در همین که میگید این بخشی از برنامه است، طرح این هفته داشتیم، طرح دفاع، تقویت دفاع نظامی و قابلیت‌های دفاعی و موشکی کشورهای منطقه خلیج فارس رو دولت آقای اوباما در برنامه داره. ایران همونطور که میدونید به شدت انتقاد کرده، گفته این تلاشی برای اینکه جیب کشورهای منطقه خلیج فارس رو خالی بکنن و یک هدفی است که آمریکا گفته اونها ایران هراسی، وحشت ایجاد کردن از ایرانه که اونها دنبال میکنن. اما وزیر خارجه بحرین که با خانم کلینتون ملاقات داشت، به نظر میرسه جور دیگه نگاه میکنه. اگه موافق باشید صحبت های وزیر خارجه بحرین با هم گوش کنیم. The United States' commitments to its ally, to its allies and partners is evident, it's clear, and it's been continuing, built on a very clear history together. So we're not seeing anything new. Nobody's saber rattling here. Nobody is being belligerent to anyone in the region. It's just a purely defensive measure for the benefit of the whole world, for the region being so important to the whole world. خانم معرفی که از دیپلمات‌های ارشد وزارت خارجه ایران که چند سال پیش بسیار فعال بود، گفتین در واقع ناشی از سیاست غلط دولت آقای احمدی نژاد بوده در بی‌توجهی به کشورهای همسایه‌اش و رفتن به سمت آمریکای لاتین و ارتباط برقرار کردن با اون کشورها. آیا فکر می‌کنید که اونطور که ایران ادعا می‌کنه آمریکا در پی ایران هراسی، وحشت ایجاد کردن از ایران در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس؟ نه، اینجا کسی شاخشونه نمی کشه. واقعیت این است که کشورهای خاورمیانه هراس دارن از آن چیزی که ممکنه ایران علیه اونا کاری که انجام بده. از بالاخره کشورهای نزدیک هستن. اینها اون کشورهای نزدیک آمریکا هستند و ما با اونها همکاری خواهیم کرد تا هر جوری که ممکن و امکان پذیر باشه دفاع از اونها کمک کنیم. و این کار بخشی از کار ما هست که به کشورهای اروپایی هم داریم انجام میدیم. اگر رقابت اتمی در منطقه شروع بشه، ما این در واقع این برنامه برای جلوگیری از این همست. بیشتر کشورهای حتی مسلمان جهان همه صلح طلب هستند. قضیه اینه که چرا ما نمیتونیم با همدیگه کمک کنیم و در واقع هر چی در کیسه داریم یه جا بذاریم و به این سمت هزینه کنیم، به جای اینکه علیه همدیگه فعالیت بکنیم، با یکدیگه بجنگیم که همش بخوایم به دنبال راه حل سیاسی باشیم. این خیلی کلافی کننده است و میدونم که مردم ایران این شرایط رو نمیخوان. شما صحبت کردید از نقض حقوق بشر، از اعدام‌ها در ایران. چندی پیش یک بیانیه قطعنامه‌ای رو به اتفاق قانونگذاران اروپایی و کشورهای دیگه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کردید. در اون بیانیه شما خواستار تعلیق عضویت ایران در شورای حقوق بشر شدید تا وضعیت سرکوب‌ها و جنایاتی که شما در این بیانیه اشاره می‌کنید روشن بشه، چه کسی مسئول اینها هستن. ولی این روند کماکان ادامه داره. از اون قطعنامه، از اون بیانیه مدتی می‌گذره، هنوز اتفاق نیفتاده. چه اقدام عملی شما در پیش هستید که این روند اعدام‌ها رو متوقف بکنید؟
جهان باید صدای خود رو بلند کنه. سازمان ملل باید اعتراض بکنه. من خیلی ناراحتم از اینکه شورای امنیت سازمان ملل آنطور که باید عمل نمیکنه. اونها به اندازه کافی جدیت به خرج نمیدن علیه دولت ایران، صرفا برای اینکه بسیاری توی شورای امنیت نمیخواد اینجوری عمل کنه. اما جهان باید یکسان بشه، متحد بشه. ما نمیتونه بذاریم توی این جامعه امروز هیچ کس نباید تحت ترس و هراس زندگی بکنه یا اینکه اعدام بشه، صرفا برای اینکه یه نفر تو رژیم تصمیم میگیره این افراد فقط باید اعدام بشه. ما هر کسی هر جای جهان باشه، ما باید علیه ظلم و ستم علیه اونا و نقض حقوق آنها صحبت کنیم. ما هم باید فشار رو علیه دولت ایران ادامه بدیم تا کار صحیح رو انجام بدهد. در این قطعنامه قانون‌گذارانی از بریتانیا، کشورهای اروپایی، اتریش، اشتباه نکنم، حتی قبرس، کانادا، بسیاری از افراد هستن که این قطعنامه بین‌المللی رو امضا کردن. بخشی از این قطعنامه شما از دبیرکل سازمان ملل خواستید که گروهی رو به ایران بفرستن برای بررسی اوضاع و وضعیت زندانیان. چرا هیچ اتفاقی نیفتاده؟ چرا دبیرکل سازمان ملل هیچ به نظر شما پاسخی نداده؟ خب معمولاً بخواست به نامه‌های ما جواب نمیدن و این مشکل ماست که سازمان ملل به ما جوابی بده، حالا هر موردی باشه، و این خیلی واقعا ناراحت کننده و کلافه کننده است. باز هم بگم که ما فشار رو ادامه خواهیم داد تا این مسئله انجام بگیره. اون سازمان ملل باید اقدام بکنه. نمیتونه شرایط بدین ترتیب در ایران ادامه پیدا بکنه. هیچ بهتر نشده که هیچ بدتر هم شده. خانم مایرک، الان بعضی صحبت از این میکنن که یه موقع این رسیده که از جنبش سبز، از حرکت اعتراضی مردم آمریکا به ویژه حمایت علنی بکنه از تغییر حکومت. آقای روچارد هاست در نیوزویک مطلبی نوشته بود، اونجا اشاره به این قضیه میکنه. نکته که این وسط هست این که اعتقاد بسیاری اینه که اگر تغییری هم صورت بگیره، برنامه هستی ایران کماکان ادامه خواهد داشت. نه اگه حتی دولت جدیدی هم سر کار بیاد در ایران، این حرکت هست به سمت هستی ادامه خواهد داشت. اگر یک دولت دموکرات در ایران سر کار بیاد و این برنامه هستی ادامه داشته باشه، شما آیا مشکلی دارید با برنامه هستی ایران در یک دولت دموکراتیک در ایران؟ اصلا نمیدونم چرا یک برنامه اتمی باید در ایران وجود داشته باشه. از اون چه استفاده ای میخوان بکنن؟ خب از لحاظ تجاری اون جنبهشو متوجهم، اما در رابطه با بخش نظامیش این خیلی نگران کننده است. و اگر زمانی هم یک دولت دموکراتیک در ایران باشه، باید نمیدونیم که آیا مانند دیگر کشورهای دموکراتیک سراسر جهان دنبال این برنامه اتمی نباشد. طبیعتاً البته بسیاری از فعالین حرکت اعتراضی مردم اعتقاد دارن برنامه صلح‌آمیز اتمی دنبال برنامه تولید جنگ افزار هم نیستن، حداقل چیزی که بیان میشه. دو سوال کوتاه دارم در فرصت باقی مانده که داریم. خانم مایری، یکی اینکه آقای احمدی نژاد از صحبت میکرد از احتمال مبادله زندانیان با زندانیان ایرانی در آمریکا و سه گردشگر آمریکایی که میدونید کوهنوردی که بیش از 6 ماه در ایران در زندان هستند. وزیر خارجه آمریکا این امر رو رد کرد. اگه موافق باشید بخش از صحبت‌های خانم کلینتون رو هم بشنویم. There are no negotiations taking place between the United States and Iran. We believe they should unilaterally release our detained citizens. فکر می‌کنید در همچین شرایطی اصلا میشه که یک دولتی مذاکره بکنه بر سر تبادل زندانی؟ چنین چیزی از لحاظ اخلاقی درسته نظرشون؟